سلام آقا قادر. با آقا قادر کار داشتم. آره بابای ناصر، خوبین شما؟ آها شما صابرین؟ صابر میشه داداش ناصر در... آها میشه عموی ناصر. آخه هفته پیش که داداشش بود. آها شما یه صابر دیگه این. آخه چند چقدر صابر دارین؟ مگه خوانیم میگم این ناصر نیومده استودیو، میخواستم ببینم که چی شده، رفته به جنگ طالبان؟ ای بابا، بابا ناصر خودش اینجا ما میزدیمش، فکر میکردیم عضو داعشه. نادر جابر هم برده؟ ای بابا خب دمش گرم که واقعا رفته کمک مردم افغانستان، ولی خب شاکر دیگه کیه؟ چرا اینقدر زیادید؟ ای بابا ببین آقا، یه سری لوازم بهداشتی اومده تو این داروخونه ها میفروشن، از تولید مثل علکی جلوگیری میکنه، برو اونجا بخر. خفشم؟ باشه خدافظ. آقا ناصر نمیاد این هفته، یعنی برنامه شروع شده؟ چرا نمیگیر؟ خب رو آنتنیم. سلام به همه بینندگان عزیز، همه کروناهای توی خونه، سلام به دلتا، سلام به بتا و سلام به لامبادا، سلام به جهش‌های نمونه و به واریانت‌های توی خونه. متاسفانه تا میام یکم حالمون خوب بشه یه خبر بد دیگه هم میرسه. طالبان ما در چیز یعنی اینکه دوباره گویا اینا حمله کردن این برانور، مردم رو دارن اذیت میکنن. حالا ما ناصر و نادر و قادر و جابر و شاکر و طاهر هم فرستادیم به جنگشون که انشالله موفق بشن. بابا اینا خودشون یه لشکرن. امیدوارم که زودتر همه این خبرهای بد تموم بشه و همه به آرامش برسیم. خبر این هفته در مورد چی بود؟ تریاک؟ خب بیاریم بکشیم دیگه. آها قاچاق شد. چی شده؟ ویدیوی دوستمونه؟ خب نشون بدیم ببینم چیه چیه. شما چند وقت معتادی آقا؟ ما عرضم به حضور گزارش پنج آشنای. زنده باشی، خدا قوه. بله بود با شما. ما عرضم به حضور پیگیر برنامه شما بودیم. عرضم به حضورت یه مقداری ما شاهد چیز بودیم. میگه ما گزارش پنج آشناییم. این یا آشنا داشته احتمالا دستگیرش کردن بیا تلویزیون دیده بشه، یا برنامه مورد علاقهشه داره میبینه گفته خب منم یه خلافی بکنم ما رو ببرن توی تلویزیون. عشق به دیده شدن و تلویزیون به خدا آتیش به تنبون همه انداخته. دست به هر کاری میزنم که بیان تلویزیون. احتمالا هم زنگ زده به مادرش اینا گفته ببین شب اخبار رو نگاه کنین، منو میخواد نشون بده. الان هم با بچه ها نشستیم داریم مواد میزنیم. خانوادش هم احتمالا توی خونه دارن بهش افتخار میکنن دیگه. مادرش زنگ زده به خاله ها و جاری ها و اینها، میگه بچه ما ببینین توی تلویزیون دارن نشون میده، کلی هم حال کردن. بعد تشکرم میکنه از پلیس. میگه دستشون درد نکنه، به من یه ذره مشکوک شدن. البته مارم چیز شدن؟ مشکوک شدن. آره همینجا اومدن آل جناب، دستشون درد نکنه مار همینجا چیز کردن، راهنمایی کردن. داداش تو قیافت اصلا توی این فیلم معلوم نیست، ولی خب خیلی مشکوکی. از این قیافه هایی که ماشین پلیس هر جا ببینتت میفته دنبالت، خیلی مشکوکی تو. شاعر میگه مشکوکم به تو، نمیتونم بمونم با تو. اینو واسه این خوندم به خدا. بعد بهش میگه تو معتادی؟ میگه نه من گزارش پنج رو میبینم پس معتاد نیستم. الان شما معتاد نیستین یعنی؟ نه هیچی؟ چون من گزارش پنج رو همیشه نگاه میکنم، به هیچ عنوان من اصلا گزارش پنج یعنی پسره. داداش این که نشد بهونه، یهو مثلا بیان بگن که من برنامه شما رو میبینم پس قرار اول خونه نمیام. خیلی ها بودن برنامه ما رو دیدن و قرار اولم خونه اومدن. خیلی هم هستن که برنامه ما رو میبینن ولی هنوز دونگ نمیدن نامردا. البته نمیدونم چه ربطی به برنامه داره. این احتمالا داره شکست نفسی میکنه، میگه من معتاد نیستم، وگرنه بوی مواد از توی فیلم داره میاد به خدا. آقا منم برنامه خانواده رو میبینم، منو ببرید اونجا برام زن بگیرید اگه اینجوریه. ازم تست همسرداری بگیرین، به خدا من از خودم مطمئنم. حالا نمیدونم چجوریه، انشالله این ناصر از جنگ حقل باطل برگرده، میخوام بفرستمش توی این کوچه خیابونا از شوگر مامیا گزارش تهیه کنه برامون. بعد یه معتاد محل ما داشت توی جوب میخوابید، بهش میگفتیم آقا زشت ترک کن، آبروی خانواده تو بردی. میگفت من معتاد نیستم، من عاشق خوابیدن توی جوبم، فقط هم توی جوب خوابم میبره. واقعا پررو شدن این روز معتادا. اجازه ببخشید تلفن سیروسه. الو سلام سیروس، سیروس خفگیر محلم.
جونم آه سیروس خان بیزینکس جدید باز را بریم خفتگیری طالبان. داداش اونا خودشون خفتگیرن، تو رو خدا بیخیال شیم، خفتشون کنیم. آخه چی بگیریم ازشون؟ RPG بابا آخه به دردمون نمیخوره. ای بابا آخه با قمه که نمیشه، اونا تانک دارن. آها قمه بکنیم تو سوراخ تانکشون. عجب آدم بی ادبی شدی سیروس خان. آقا رو من حساب نکن، من از اینا بدم میاد، نمیتونم. قمه میکنی تو خشتک من؟ خب باشه میام. نه نه عصبانی نشو، میام. آره بعد برنامه میام. آره قربونت برم، خدا نگهدار. آقا گرفتاری شدیم از دست این سیروس، چاره ای ندارم، باید حتما برم دیگه. خلاصه این که یارو از اولم میدونسته که میخواد بیاد توی تلویزیون. تو رو خدا ببین چقدر خوشتیپ کرده، موهاشو یه جورای عروسکی شونه کرده دیگه، همه رو دیوونه کرد. ببخشید تلفن من باز زنگ خورد. الو سیرو آها شما عربی داره حرف میزنه. الطالبان السیروس گروگان ال گرفتین؟ المادر همه تونو القرار اول میارم الخونه، ولش کنین، وگرنه الخشتک الطالبان میام آتیش ال میکنم. مازا ایرانی لمازا نشتاختی ما رو، برادر الافغان همیشه خب احترامش الواجب. آره الناصر و القادر و الجابر و اینا رو ول کنین، وگرنه البراتون الگرون تموم میشه ها. میام اونجا الدهنتون و کل الطالبان و الجر میدم. الاوکی البای آقا ناصر اینا رو گرفتن، گروگان گرفتن این طالبان. آقا یه کار کنیم خانم ماشی، شما لخت شد سریع ببریم. نه چرا من میگم لخت شد؟ نه منظورم اینه که تفنگو بردار بیا بریم ناصر رو نجات بدیم دیگه. آره سریع ببریم ناصر، طاقت بیار که اومدم. نتیجه یه تحقیقات نشون داده که مهمترین عامل طلاق در ایران زگیل تناسلیه. این که میگن عشق و پول خوشبختی میاره درست، ولی یه زگیل میتونه بدبختی بیاره به همین سادگی. بعد کاری نداره که الان میسوزونن خلاص میشید، دوا درمونش اومده یه جورایی، کلی دارو اومده، بعد میرین دکتر در میارید، زگیل محترم رو میذارید روی میز دکتر، دکتره براتون میسوزونه تمام. به نظر من اول باید بزرگترین عامل ازدواج رو توی کشور سوزوند، اونو من گیر بیارم به خودم میسوزونمش. آخه توی این وضعیت خب تو غلط میکنی ازدواج میکنی. حالا ازدواج کن اصلا به ما ربطی نداره، ولی خب زگیل داری دیگه چرا ازدواج میکنی؟ چرا مردم اسیر یه مریضی میکنی؟ زندگی یه نفر رو نابود میکنی؟ بعد من موندم خب اینا دیگه چرا طلاق میگیرن؟ خیلی جالبه، شما که دیگه زگیل رو از هم گرفتین دیگه، دیگه دلیل طلاقتون چیه؟ یعنی رفتید سر یه خونه به هم انتقال دادید بعد جدا شدید؟ بهترین کار اینه که همون شب خواستگاری عروس و داماد در بیارن بذارن روی میز قشنگ با زربی خانواده ها نگاه کنن که اگه زگیل داشته باشه جواب منفی بدید بره. داماد تا از در اومد تو یهو بکشه چلوارشو پایین قشنگ خوب نگاش کنین، عروسو ببرید پشت در یخچال بکشین پایین نگاه کنین. چطور میخوای بری ماشین بخری کارشناس میبری با خودت؟ میخوای زنم بگیری یا شوهر کنی؟ خب با خودت زگیل شناس ببر. دو تا ضربه میزنه به زنت یا شوهرت، اگه صدای طبل بده یعنی شیرینه. اگه اون هندونه بود درسته؟ بله ببخشید چرمنده. خلاصه زندگی سخت بود، سخت‌ترم شده. بهترین راه برای این که این مریضی انتقال پیدا نکنه اینه که دستاتون رو 20 ثانیه بشورید و ماسک بزنید به زیر نافتون. یعنی آها ماسک جواب نمیده؟ خب نمیدونم. روزی دو بار پایین تنه رو با اسید بشورید که از بین بره دیگه یه جورایی. نمیدونم آخه این آخه رو دست من به خدا این زگیل تناسلی زده، من نمیدونم چیکار کنم، ناجوره. آها رو دست زگیل تناسلی نمیزنه درست، ببخش شرمنده عذرخواهی میکنم. خلاصه این که به مراسمای خواستگاری یه جورایی خراب میشه. شما فکر کن توی جلسه اول آشنایی نشستی، دختر پسر خب میرن توی اتاق، دختر از پسره میپرسه که شما زگیل تناسلی داری؟ پسره میگه به خدا ندارم. دختره باورش نمیشه که، میگه من باور نمیکنم. پسر مجبور میشه بکشه پایین، دختر جیغ و داد را میندازه، خانواده ها میپرن تو، میبینن پسره کشیده پایین. هیچی دیگه، کل مراسم به هم میخوره.
حالا اینا ازدواج کردن جدا میشن. شما ببین چقدر دختر پسر با هم هستن که این مریضی رو دارن و رو نمی کنن. همین جوری هم داره دست به دست میچرخه. کرونا کم بود، زگیل تناسلی هم اومد. اگه چینی بودیم با این زگیلا سوپ درست میکردیم میخوردیم، ولی خب حیف که ما ایرانی ها وسواس داریم. هر کی هم مریضتر و چپرپلاختر بیشتر اصرار داره ازدواج کنه. خب 2 دقیقه دست به چیزی نزن، ازدواج نکنین، کرونا بگذره، واکسن بقیه چیزا هم میاد دیگه. اینایی هم که تا 2 روز تعطیل میشه راه میافتن میرن شمال، اکثرشون زگیل تناسلی دارن. با اینا نگردید. دولت گفته تعطیل میکنیم، قرنطینه است، بمونین توی خونتون. ملت راه افتادن رفتن شمال. یارو از شمال در حالی که زگیل تناسلیش دستش بوده و داشته براش لالایی میخونده، پست توی اینستا گذاشته که بی فرهنگ نرید شمال. باشه داداش تو خوبی. همه اونایی که شمالن به همه اونایی که شمالن فحش میدن که چرا رفتید شمال. خیلی عجیبه، به خود ما ایرانی ها واقعا تکیم توی دنیا. بعد دولت میگه راه ها بسته است، میری میبینی راه بازه. ای بابا، همین آدم ها از زگیل تناسلی بدترن. همینا باعث گسترش کرونا میشن دیگه، جون مردم رو میگیرن، خانواده ها رو عزادار میکنن. کاش یه واکسن هم واسه اینا بیاد بزنن فلج بشن بمونن توی خونه. نامه اومده از ببینم، نامه رو بده ببینم. آها دمت گرم، ببینم کی. بله، فرزاد بچه تهران از شمال نامه داده. این از اوناست که به 2 روز تعطیل بوده رفته شمال. ها ببینم چی نوشته. بله خب، بله خودش از شمال تشکر کرده از برنامه خوبمون و یه عکس هم کشیده که اه 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 این چیزه، عکس زیگیل کشیده رو دستشه. نه دستش نیست، این چیزه، یعنی خیلی اصلا واقعا ناجوره. آخه من فکر کردم دستشه. واقعا این مریضی خیلی کثیفه، تو رو خدا رعایت کنید. هر کیو خواستید نه چرا بوق میذاری؟ نه میخوام بگم هر کیو خواستید جاکشوی کنید قبلش خوب ضد عفونیش کنید. میخواستم اینو بگم، قشنگ 3 بار با الکل 70% بشوریدش بعد شروع کنید. من خودم یه مدت زگیل تناسلی داشتم، میذاشتم روی تاقچه خونمون، هر کی میومد بلیت میفروختم نفر 50,000 تومن که بیان ببینن بهش دست بزنن. مردم صف میکشیدن، نیم کیلو بود. ولی خب دیگه درمانش کردم. من بعد از واکسن کرونا که کشف کردم، درمان قطعی زگیل تناسلی هم دومین پروژه علمیمه. درمان قطعی یعنی که کامل قطعش میکنی از بیخ. نامه اومد؟ نه میدونم، نامه پیش منه. آره اینجاست، نامه دست منه. آره آقا، سوراخ‌های ارتباطی به خدا گشاد شد، اینقدر نامه ندیم، دیوونمون کردیم، به خدا دیگه اذیت شدیم. اجازه بدیم کیه؟ بله، نسترن از شهر زیبای بوشه نامه دادن. بله، گفته که شوهر من زگیل تناسلی داره ولی من دوستش دارم و ازش جدا نمیشم، چون که برای من عشق و محبت و پول و طلا و خونه و ماشین مهمه، زگیل تناسلی اصلا مهم نیست. یه عکس هم از شوهرش فرستاده که بله، یعنی ماشالله اصلا چه زگیل بزرگی هم دارن. یعنی اینکه آها، این زگیل نیست، چیزه، این دیگه زگیل نیست، این اصل تناسله. واقعا خدا شانس بده، نمیدونم چه جوریه، خیلی عجیب غریب بود این قضیه. تو رو خدا خیلی مراقب باشید. توصیه اول من اینه که ازدواج نکنید. اگه خر شدید و خدا زد تو سرتون و خواستید ازدواج کنید، شب خواستگاری تو رو خدا بگیرین دستتون خوب نگاه کنید. یک بار دیدن بهتر از یه عمر درد کشیدنه. دیگه خود دانید حرفامو زدم. پدر مادرام یکم سختگیری رو کمتر کنن، بذارن عروس و داماد شب خواستگاری لخت بچرخن تا خوب با هم آشنا بشن. یکم وجدانم داشته باشید. اگه این مریضی رو دارید خوب کسی دیگه رو مریض نکنید. واقعا ناجا آدم باشید حداقل. قربونتون برم، خدا نگهدارتون. آقا جمع کنیم بریم شمال. نه بابا، من علکی گفتم؟ نه خب ما میگیم کسی نره که، خودمون بریم اونجا. بابا تعطیل این، پاشیم بریم دیوونه باز در نیارید. آره بریم ماده ضد عفونی بزنیم، عشق کنیم، صفا کنیم، پاشیم. موسیقی
سلام به همه ایرانیایی که تا از ایران میرن شوهر پیدا میکنن، قوی میشن، پرزور میشن، هی زور میزنن. و سلام به همه ایرانیای داخل که مثل خودم گوزو هستن و کمزورن و شوهرم گیرشون نمیاد. ما تا از ایران میریم میشکفیم. یه چند تا خبر دارم براتون در مورد ازدواجای دخترای خارج از کشور که یعنی جان آها اون نیست. حالا دو تا ازدواج نشون بدین، اشکال نداره، مردم دوست دارن. خب چی شده؟ آها دخترای ایرانی که رفتن خارج دیگه خواستگار ندارن؟ جدی؟ آها میگن سیاهه؟ خب حالا بگذاریم، اشکال نداره. ببینین چون فوتبال تعطیل شده، خدا رو شکر، البته انشالله که به همین وقت عزیز فوتبال تعطیل بمونه، خیال ما هم راحت بشه. به خدا من حوصله ندارم هی بخوان دعوا کنن، هی بخوان نمیدونم پول بدن به داور، فوش بدن به داور، خارمادر بازیکن و داور و مربی و اعضای هیئت مدیره رو شوهر بدن توی ورزشگاه. به خدا اصلا حال ندارم. خود من اینقدر فوش خوردم که دو سه بار توی این فصل حامله شدم. نمیدونم البته به خاطر فحشا بود یا حاجتا قاطی شد، نمیدونم. ولی خب الان واقعا نمیدونم، یه چیز قاطی شده. اسهالم، سردرد دارم، تب دارم، سرفه خوش دارم، سه دوزم واکسن زدم ها، ولی نمیدونم چرا اینجوریم. نمیدونم این دوز آخری رو که داشتم میزدم توش یه ذره خفاش هم بود، یعنی واکسن چینی بود با عصاره خفاش درست کرده بودن گویا. خلاصه این که یعنی واکسن کرونا بود با پالپ خفاش. هرچی هم گفتم آقا نزنید بدتر میشم، گفتن نه اینو چینی ها گفتن بزنید خیلی هم خوبه. خلاصه یه جوری هم. حالا بگذاریم. یه خانوم ایرانی که چرا عکس بهنوش بختیاری رو گذاشت؟ بابا نه، این اومد گفت که من غلط کردم، مردم منو ببخشید، منم دیگه بخشیدمش، ول کنید، بردارین عکسشو. بهار رهنما رو چرا میذارید؟ بابا ول کنید این خز و خیلا رو، اینا فقط به خاطر فروش عطرشون طرف مردم هن. عکس مادر رونالدو رو هم بذارین، به خدا میام اون پشت دهنتون رو سرویس میکنم. یه دختر ایرانی رفته خارج از کشور و قهرمان مچندازی دنیا شده. حالا چجوری؟ یادتونه که اون عربستانی زد ورزشکار ایرانی رو جاکشوی کرد و اینا، ولی خب ورزشکار ایرانی قهرمان شد، اونو یادتونه؟ الان ایرانی ها از همین شیوه دارن استفاده میکنن واسه بقیه ورزش ها، میزنن طرف بزنه دهن مهنشون رو پر خون کنه بعد برنده بشن. این خانوم هم که صدف طاهری اسم... آها صدف نیست؟ شیوا طاهری؟ خب آها این با شیوا رسولی فامیل نیست؟ شیوا رسولی بازیگر خوب و عزیز کشورمونه دیگه. آها اصلا ما بازیگر به اسم شیوا رسولی نداریم، درسته. آها اون چیزه، زن پسرمون بود، ببخشید چرمنده واقعا. حالا هیچی، ولش کنید. این خانم قهرمان مچندازی دنیا شده، حریف مقابلش توی فینال خطا میکنه و این برنده اعلام میشه به همین راحتی. منم چند سال پیش قهرمان مسابقات شطرنج دنیا شدم، توی فینال دیدم همه مهرهای منو زده، کم مونده بود این میزم بزنه، فقط شاهم مونده بود. اینقدر تو صورت طرف هوش ناموس دادم که عصبی شد با لگد زد تو صورتم، داوران منو برنده اعلام کردن. این روش به خدا جواب میده، البته توی کونگ فو مثلا جواب نمیده، چون یه بار توی فینال المپیک کونگ فو بودم، حریف ازم جلو بود، دو تا فوش ناموس بهش دادم، بلند شد رو هوا، دو تا اجدا وارد میشود و سه تا جکی جان وارد میشود و چهار تا بروسی خارج میشود، به ام زد که تا سه ماه کل بدنم تو گچ بود. هنوزم یه سری جام تو این پایین تن و اینا تو گچه، یعنی گفتم ممکنه گچ جواب نده، احتمالاً سیمانش کنن. خلاصه برام دعا کنید. دختر ایرانی رو خب فرستادید خارج بره مچندازی کنه، بعد میگن فرار مغزها. کو فرار مغزها؟ همش فرار ورزشکارا شد که همه بزن بهادرها دارن فرار میکنن. به خدا همه این نخبه ها موندن توی کشور معتاد شدن. آقا بریم سراغ نظرسنجی برنامه. نظر شما چیست؟ سوال امروزمون گزینه نداره، باید به صورت شفاهی، کتبی هم نه ها، نامه ننویسید بفرستید استودیو، باید شفاهی بیاید تک تک برامون توضیح بدید. همه امروز بیان دم استودیو جمع شین که نظر خودشون رو به ما بگن. به قید قرعه 450 هزار دستگاه پراید برای خانواده هایی که از جون خودشون سیر شدن هدیه میدیم. امیدواریم که به کاهش جمعیت بتونیم یه جورایی کمک کنیم. رئیس هیئت فوتبال استان گلستان اومده توی تلویزیون و میگه اونی که منو نقد کرده زن نداشته. من کارشناس سری قبل شما اینجا اومده بود، در تو مدیریت من صحبت کرد. ایشون ازدواج نکرده که ما بدونیم اصلا مدیریت خانوادگی داره. خب این نمیتونه در تو مدیریت من صحبت بکنه. کسی در ببین آقای جعفری، کسی میتونه در رابطه مدیریت من صحبت بکنه؟ بگید از جایگاه خودش چه مدیریتی.
خب چون زن نداریم میخوای حرف نزنیم. آره اصلا بهمون آبم ندین تو این تشنگی بمیریم دیگه. ما اگه زن نداریم خب چون شما همشو زدی به جیب، شما پولا رو کشیدی بالا، دیگه چیزی واسه ما نمونده. آخه با چه روی ما بریم زن بگیریم؟ ناصر برو کنار از دیتم. نه برو کنار. او کوکا میام میزنم با اجرا وارد میشود میام. ناصر خب تو زن داری غلط میکنی که اصلا با من حرف بزنی. خوشبختی کسافت. از این به بعد هر کی زن داشته باشه حرف بزنه میزنم تو دهنش. فقط مجردا حق دارن حرف بزنن. حالا زن نداشتن جرم شده؟ قبلا اونایی که 4 تا زن داشتن مجرم بودن، الان ما بدبختا که یه دونه هم نداریم. متأهل بیاد جلو به خدا پاره پوره میکنم همه رو. گفته باشم. الو سلام، از هیئت فوتبال گلستان هستی؟ آها برام زن پیدا کردن. جدی؟ دختر صفورا خانوم؟ خاله صفورا رو میگین؟ آره آره آگهی شد دیدم توی اینستا نوشته بود دخترای خوب و حرفه‌ای، میخوای تماس بگیر. آها برم دختر اونو بگیرم؟ نه آقا ریسک داداش، نه قربونت برم من خودم میرم یکی رو پیدا میکنم. نه دیگه اون دیگه حلیم شده چیز، یعنی منظورم این که دختر خوبیه ها، فقط توهم نداریم. دمتون گرم، فداتون بشم، جاکشویی هستید و محترم، قربونتون برم. بله درست قصدتون از این کار خیر بوده، میدونم. بله موفق باشید، خدا نگهدار. عجب گیری افتادیم ما. خلاصه این که یه جوری شده بخوای توی کشور نظر بدی باید بری یکی رو عقد کنی تا بتونی نظر بدی. یهو بگید خفه شدی که. حالا تو خودت که زن داری واقعا فکر کردی مدیریت بلدی؟ خیلی من عصبی کرد، یعنی متأهل بیاد سمت من به خدا وحشی میشم. این آقای فتح‌الله زاده که قبلا رئیس باشگاه استقلال بوده سر شوخی با مسی رو چند سال پیش باز کرده دیگه توش مونده. چند سال پیش گفت که من اگه بیام استقلال مسی رو میارم استقلال. این چند وقتم که مسی داشت جدا میشد گفته واسه مسی زوده بیاد استقلال، هنوز باید تجربه کسب کنه بعد ما بتونیم اونو بیاریم توی استقلال. باشه حالا بذار قشنگ با تجربه بشه، بعد نصف ایرانو میفروشیم، مسی رو میخریم، پولشو میریزیم تو فوتبال مسخره ایران که قشنگ بدونیم پولمون حروم شده. شما پرروتر از مسئولین فوتبال ایران هیچ جای دنیا گیرت نمیاد. با پول مردم گند میزنن به فوتبال، تازه مسخره بازی هم در میارن. یهو بیا خرپلیس بازی کن، سوار ما شو تا زیر پل کریم خان بهمون شلاق بزن دیگه. یهو بیا مچ ما رو هم بخوابون. بیا بگو زن نداری نظر نده. بیا این پایه‌های میزو بزن بشکون. قرمه سبزی بریز رو صورتمون، فسنجون بپاش رو لباسم. به خدا اصلا وقت نداریم، وقتمون داره تموم میشه. خب بله ببخشید. خب خبر بعدی رو بگیم سریعتر. این کیه؟ مادر رونالدوه؟ مادر مسیه؟ خب مادر کیه؟ آها مادر کسی نیست؟ خب پس چرا اینجوری لخته؟ معمولا مادر ورزشکارا لخت میشن. این چرا؟ آها این خودش ورزشکاره، درسته. بله این خانم 80 سالشه و بدنسازی کار میکنه، گفته هیچ وقت واسه هالتر و دمبل دیر نیست، تا میتونید پاره کنید دهن خودتون رو پاره کنید و از زندگی لذت ببرید. درسته. هر روز 200 کیلو وزنه بزنید و زیر وزنه 5 بار زایمان کنید، 5 بار برینید به خودتون و از زندگی لذت ببرید. بعد تو رو خدا این دوست پسرش رو نگاه کنید، از خودش 22 سال کوچکتره. همه این سیکس پک دارا دنبال مخبازی هن، وگرنه هیچکی واسه سلامتی ورزش نمی کنه. نه این بر شما توف تو عضله هاتون بیاد واقعا. چرا من امشب عصبی هم واقعا من آقا نتیجه نظر زنجیر رو بگید و بریم. بله 7 میلیارد نفر دم استودیو جمع شدن. واقعا میخوان یعنی شفاهی اینا نظر بدن؟ چجوریه؟ آخه صدای ظرف و قابلمه اینا دستشون، اونا چیه قضیه؟ آها یه سری ها فکر کردن که نظری داریم. خب اگه ندیم که خشته که هممون آتیش میزنن اینجا. نمیدونم یه کاری کنیم پاشو خانم منشی. نه برو یه اشکنی بار بذار جونمون رو نجات بده، پاشو افریته. ناصر برو کنار تو متأهلی کسافت. سلام به مخاطبای بمب خبری دنیا، این هفته میخوام بترکونم. ناصر چی کار؟ صدای چی بودی؟ نارنجک چرا انداختی تو شلوار خانم منشی؟ آخه
ناصر تو چقدر خری نه واقعی که نه، مثلا علیکی میخوام بترکونم. بترکونم یعنی که نه که ترکوندن، منظورم اینه که میخوام شلوغ کنم اینجور. چرا صدای خرگاه در میارید شما؟ چطوره؟ نه از این شلوغ بازیان نه، یعنی میخوام شورش کنم. یه عجب گوساله‌ای هستید، چرا همون میزنید؟ صندلی پرت نکنه بابا. آقا من غلط کردم، غلط کردم، ساکت باشین، بذارین این چند تا خبر رو بگیم بریم. شاعر میفرماید بیا بریم لاف بتری کنیم، فرشا رو بتکونیم، بوس بدی دلم واشه، بعد غذا ماس بچپونیم. واقعا اشعار ایرانی خیلی سطحش پایینه. این چی بود من خوندم؟ خبر اولی که جهان رو تکون داد در مورد پسر عاشق بود. پسر خوبه عاشق باشه. من خودم از این پسرای عاشقم که هر جا میرم عاشق میشم. کلن ما پسرها خیلی عاشق میشیم، سریع هم فارغ میشیم، یعنی معمولا بعد از قرار اول توی خونه فارغ میشیم. اصلا یه دکمه اینجامون هست تا بزنید سریع برمیگردیم به تنظیمات کارخونه، دست نزنید خلاصه به این دکمه. این آقا چون عاشق یه دختری بوده لباس دخترونه پوشیده رفته جای دختری که عاشقش بوده امتحان زبان بده، چون دختره درس نمیخونده همش هم با دوستاش میرفته دور دور و پاساژ و تور کبیر و اینها. این بدبخت خواسته عاشق بازی در بیاره، این کارو کرده رفته سر امتحان گرفتنش. خب عزیزم تو رو از قله های اورست ببینن میفهمن که پسری، یه کمی هم شبیه مادر بزرگ منه. حداقل یه لباس درست میپوشیدی، تمام دکلته ای، پشت باز، دامن کوتاه، ساپوردی، چیزی. اینجوری پوشیده رفتی سر امتحان، خب معلومه شک میکنن. آخه کدوم دختر اینقدر پوشیده میره سر امتحان؟ مگه ایرانه؟ الان به جرم سرقت هویت و تقلب بازداشت شده. دخترم که با دوستاش رفته دور دور اصلا به فکر این پسره نیست. عاشقم میشید از این کارا نکنید. هیچ عشقی ارزش نداره آدم خودشو به درد سر بندازه. حالا تو که زندانی، عشقت با 3,789,594 نفر وارد رابطه میشه، بعد به قیافت و اون لباس قرمزت هم میخنده. من خودم یه بار عاشق یه دختری شدم، لباس دخترونه پوشیدم رفتم خونه شون، باباش فکر کرد که من واقعا دخترم، افتاده بود دنبالم میخواست منو به زور ببره حموم. خلاصه این کار خیلی ریسکش بالاست. یه باغ وحش توی انگلیس 5 تا توتی رو به اتهام فحش ناموس دادن به بازدید کنندگان از بازدید عموم کنار گذاشته، یعنی بردنشون انفرادی. خب اینا فحش از کی یاد گرفتن؟ از همین مردم یاد گرفتن دیگه، یا از کارگرای اونجا یاد گرفتن؟ وگرنه توتی که خب به دنیا میاد که فحش ناموس بلد نیست. توتی خیلی مؤدبه، توتی اولین کلمه‌ای که میگه واژه زیبای مادره. آها اون توتی نبود؟ خب باش حالا بگذاریم. من به نظرم خودتونو بندازین انفرادی به خاطر تربیت همچین توتیایی. بعد من نمیدونم آخه چه اصراری دارید به حیوانا حرف زدن یاد بدید. به توتی، به خر، به اسب، به سگ، به همه دوست دارید حرف زدن یاد بدید. شما خودت حرف زدن بلد نیستی عزیزم، یکی میخواد به خودت حرف زدن یاد بده. عجب الو بله خودمم. آها یکی از توتیای باغ وحش شما. خب چیکارت کنم؟ فوش نده بیناموس. خودتی، آینه آینه، زن خودت اینجوریه، همون حقت بنده زنت انفرادی. نامه فرستادی؟ باش خدافظ. جدی نامه داده؟ عجب پررو شدن توتیا. کو نامه؟ بده به من ناصر ببینم. ببینم چی نوشته این توتیا. عجب وضعیتی شده دیگه. توتی هم واقعا سوراخ‌های ارتباطی ما رو یاد گرفته. بله. اینجا مشخصه. یه سه خط فوش نوشته، یه عکس هم کشیده که آخه این جدی، این واسه توتیه؟ واقعا مگه توتی هم از اینا داره؟ من فکر کردم واسه فیله. واقعا این حیوانا خیلی پررو شدن، همش تقصیر این گیاهخواراست. آقا بریم خبر بعدی، بریم خبر بعدی که من واقعا حوصله اینا رو ندارم. یه سگم تو محل ما هست، هر سگ ماده‌ای میبینه میدوه سمتش که خدای نکرده یه کارایی بکنه. بابام همیشه بهش میگه تو شبیه پسر منی، البته از لحاظ پشمالو بودن و اینا عرض میکنم، وگرنه من واقعا با سگای ماده محل اصلا کاری ندارم، کلا از سگ میترسم. سه تا پسر بچه در سن کم، یعنی هنوز نمیدونن اصلا نر و نر چیه، ماده چیه، واقعا نمیتونن اینا رو تشخیص بدن.
سر یه دختر افتادن به جون هم، یکیشون زده اون یکی رو کشته. آخه از اون سن تو دختر میخوای چیکار؟ واقعا عجیبه. اصلا گیریم که حالا تو دوست دخترم پیدا کردی، تو سن 7-8 سالگی میخوای چیکارش کنی؟ حالا اصلا آوردیش خونه، قبول. بقیهش چی؟ اصلا گیریم که دختر دنگم بده، خب که چی؟ آخه تو اول بذار به بلوغ برسی، من خودم برات از این عروسک چینی ها میخرم. خیلی شاش دارن بچه های این دور و زمونه، چرا اینقدر زود به سن کثافت کاری رسیدن؟ جالبه، من خودم 9 سالم بود به همه دخترهای محل آمپول میزدم، بقیه پسرا میرفتن فوتبال بازی میکردن. الان فکر کنم برعکس شده، دکترا بیشتر از مریضا شدن توی محله. اجازه بدیم یه تشکر کنیم از کادر درمان محله ها که واقعا به موقع آمپول میزنن به دخترهای محل تا اونا خدای نکرده مریض نشن. من خودم 2-3 بار از کادر درمان محل آمپول خوردم، همینجوری دیدم چون صفحه، گفتم برم شاید صف نظری چیزی باشه. وایسادم توی صف، دیدم نه بابا اینا دارن آمپول میزنن دیگه، توی رو دروایسی منم زدم. یه خبر بدم دارم واسه اونایی که میخوان برن کانادا بچه دار بشن، یا میرن کانادا زایمان میکنن، یا کلا اینایی که میرن خارج واسه بچه به دنیا آوردن. یه پزشک کانادایی با اسپرم خودش مریضاشو بارور میکرده، اونم 40 تا. جدی؟ اصلا خیلی عجیبه. حالا شما باز زنتو بردار ببر کانادا واسه زایمان، رفتی کانادا واسه زایمان بچت شبیه این یارو شد، دیگه خودت بدون قضیه چیه. اینقدرم واسه ما جست نگیر. یعنی چی آخه با اسپرم خودش زن مردم حامله کرده؟ آخه چه جوری؟ فکر کن این همه رفتی ازدواج کردی، هزینه کردی، شام دادی به فامیل، این همه موز خوردی که تولید مثل کنی، میری کانادا 2 دقیقه زنتو میدی به این یارو ویزیت کنه، بچه دار میشی، بچه هم میشه شبیه این. بعد بزرگ میشه همه میگن بچه چرا شبیه شما نیست؟ شما هم هیچی دیگه نداری بگی. حالا باز برو خارج بچه دار شو، بیایید اینجا، خودم توی ایران ژن پشمالو بهتون میدم، هم بچه‌تون پشمالو میشه، میتونید پشماشو بفروشین سود کنید، هم بامزه میشه. و اینکه خب از جای مطمئن گرفتید حداقل. من ژنم خیلی مطمئنه، یعنی واقعا تا حالا از بدنم 3 تا واکسن کچلی ساختن. 3 دوز واکسن کچلی منو که بزنی نه تنها کچل نمیشی تا آخر عمر، بلکه امکان داره روی زبونت هم پشم در بیاد. خیلی موثره. از فایزر هم میگن تاثیرش بیشتره، به گونه کچلی دلتا هم تاثیر داره، واقعا عالیه. آقا بریم سراغ خبرهای هواشناسی. هوای کشور یکم بهتر شده، من خودم دلم به حالتون سوخته بود زیر شعله خورشید رو کم کردم. اگه بچه های خوبی باشید، هی نرید دم خونه دختر خوشگل پولدارا، بازم دمای هوا رو میکشم پایین براتون. ولی اگه بچه های بدی باشید میکشم بالا. یه جبهه هوای بکش پایین چیز کم فشار و ملایم در کشور داره حرکت میکنه که امیدواریم از کنار حرکت کنه طوریش نشه. یه جبهه هوای خنک هم میخوام براتون بفرستم، شبا برید پشت بوم بخوابید صفا کنید. دم خونه هنرمند و فعلا چون وضعیت مملکت طوریه که همه غمگینیم، بهشون رحم میکنم و هوای خنک میفرستم. دم خونه ورزشکارام چون تعطیله و خب اکثر ورزشکارای ایرانم که رفتن دبی و قطر این ور اونورن دیگه، ورزشکار پول داره، تا لیگ تعطیل میشه میره پولشو میزنه به بدن گاف. دم خونه تنازینام هوا بد نیست، ولی اگه برید سمت خونش میام میکشم پایین. چیز یعنی منظورم این که دمای هوا رو میکشم بالا یک جوری از گرما کز بخورید. دم خونه ما هم بد نیست، چند روز تعطیل مامانم اینا نیستن و در خونه 4 تاق به سمت دختران خوشگل و شوگر مامیای عزیز بازه. به پایان آمد این توتی، حکایت همچنان باقی است.